روایت داریم که اگر حیوانی رو شما بیدلیل اذیت کردید، یه گربه داره میری سنگ بند تق میزنه، اما این مرض داری چیکار داری با گربه؟ ایمان در قلب آن شخص ذوب میشود، آب میشه ایمان در بین میره. میره نشسته تو دستشویی، یه مورچه رو پیدا میکنه، هی دورش آب میگیره، شبه جزیره درست میکنه، جزیره درست میکنه، مورچه میدوه این طرف، او میگیره این طرف، بیچاره کرده. با مورچه چی کار داره؟ با تو چی کار داشت؟ من خود حالا چرا اونجا رد میشد؟ چرا ما خوشمون میاد حتی وقتی اینا رو میشنویم؟ چون بیماری تو فنگستاد چیمه خریدیم بریم بیرون چهار تو گنجش بزن. تو میخوای مثلا تیراندازی تو باری قوطی کبریت بذار تیراندازی کن، اونا درد احساس نمیکنن، پوست تو میکنه خود. تو وسائل شیعه اومده شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام. حرام. خدا لعنت کند کسی را که یال و دم اسب را قطع کند. لعنت کند. میگه چرا؟ میگه خب اینا با همین یال و دمشون پشه ها و مگسایی که مثلا روشون میشینن رو میزنن. پیامبر میفرماد خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را مثله کند. این دین ماست. جایز نیست حیوانی را در مقابل حیوان دیگر که او را میبیند ذبح کنید. مثلا برای غذا و برای گوشتش میخواد استفاده کنی، میگه جایز نیست این کار انجام بدی. برید احکام گرفتن خراج رو نگاه بکنید در اسلام. معصوم وقتی میخواد بفرمایید دارید میرید فلان جایی مثلا مالیات رو بگیرید، طرفو مثلا مالیاتش گرفتید شطوره، حالا اون شطورم باید ذبح بشه، میگه به هیچ وجه جلو صاحبش ذبحش نکنید، چون یه شطور عادی برای اون صاحب نیست، باهاش مأنوسه. من قتل عصفورا، هر کس بکشه یه گنجشکو به غیر حق، کسی گنجشک را به ناحق بکشد، خدا من روز قیامت از او سوال خواهد کرد این گنجشک را چی کشتیش؟ از پیامبر نقل شده که ایشون نهی میکردن قتل کل ذی روح الا آن که اذنی براش داشته باشی و آن موزی باشه و اذیت رسان باشیم. شما حق نداریه چیزی که روح داره رو بکشی. از پیامبر نقل شده میفرماد که در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم، زنی را در حال عذاب دیدم. از علت عذاب پرسیدم، گفته شد گربه ای را بسته بود و آب و غذایش نمیداد و اجازه استفاده از خس و خاشاک زمین را هم به او نمیداد تا گربه به هلاکت رسید، پس خدا به واسطه آن عمل ناشایست عذابش میکند. در احکاممون ما داریم اگر یه حیوانی رو بخوای پانسمانش کنی مشکل برش پیش اومده باشه، مواد مصرفی قصبی باشه، حق مردم باشه، میگه ایرادی نداره حیوانو پانسمان کن، این حق آدمه، این حیوانه ها، یعنی بیا پانسمانش کن. در مورد کشتن حیوانات تو برخی مکانها و زمانها کلن ممنوعه. حج حشر نباید بزنی بکشی، کفاره باید بدی پوستتو میکن. تو نمیتونی بی آن که خودت رحیم باشی بیای سر سفره رحمت خدا باشی.